شب با دوستای معتادت میومدی خونه؟ دوستای معتاد کدومه؟ همشون تفریح کارن، آدم حسابی هن، یکیشون دکتر مهندسه، اصلا یکیشون کشاورز خودش کشت میکنه. کاش قسمت بشه شما هم نزدیکیشون رو ببینین، آدم خیلی خوبیه. خانمت گفته هی تا صبح میشستیم مواد مخدر مصرف میکردیم. همه نه، یکیشون که پسر برادرزاده مهندس بود، اون پاک پاک بود، یه دو ماهی بود مسافر بود، اون فقط چای باقلوا میزد. اینجا دیگه بی‌انصافی کرده، همه نمیکشیدن. ازت شکایت کرده که بعد از یه دعوای خانوادگی مادرزنتو با ماشین زیر گرفتی، درسته؟ بدجا وایستاده بود. الان علت اکثر تصادفا همین آدمای بدجان. شما رسیدگی نمیکنین یا وایستاده اصلا حواسش بهش زدی بعد دنده عقب گرفتی دوباره عروش رد شدی؟ گوشیمو جا گذاشته بودم، بعد دنده عقب گرفتم برگردم گوشیمو بردارم، یهو چرخ عقب رفت بالا، من فکرم رفتم رو سرعتگیر. به خاطر همه این دلایل همسرت تقاضای طلاق غیابی کرده. طلاق نه، تو رو خدا نذار این طلاق بگیره. من تو زندگیم چی کم گذاشتم واسش؟ تکلیف بچه های طلاق چی میشه؟ مگه تو بچه داری؟ الان که نه، الان بچه نداریم، ولی به هر حال زندگی هر چقدر زیبا و رویایی باشه باز جای خالی بچه احساس میشه. پاشو برو بیرون. پاش. الان فهمیدم چه تغییری کردین، لنز گذاشتی. گمشو برو بیرون. زن حق منه، سهم منه، من طلاقش نمیدم، دوستش دارم. اگر من اونی باشم که اون میخواد، اون من نیستم. گمشو برو بیرون.